خب دوستان، عرض به خدمت شما که این ویدیو رو درست میکنم که یه خورده با یه پلتفرم جدیدی آشنا بشیم و من خودم با این کار میکنم و شما به خاطر اینکه روند بازار رو ببینید و تصمیم بگیرید که چیز رو بخرید یا بفروشید یه پلتفرمی لازم دارید. طبیعتا مال بانک های مختلف هست، ولی اون کیفیت، اون گرافیک لازم رو آدم بتونه خوب تحلیل بکنه نداره. به خاطر همین من خودم تصمیم گرفتم که دنبال چند تا اپ خوب بگردم که هم روی موبایل جواب بده هم روی لپتاپ. بعد از کلی گشتن و یک دو سه ماهی من روی قضیه وقت گذاشتم و به این نتیجه رسیدم که علاوه بر یاهو فایننس که نسبتاً خوب هست، ولی در کنار اون یه سری پلتفرم‌های دیگه هم هست که میشه استفاده کرد و نتیجه خوبی گرفت. بعد من بعد چند تا تحقیقات مختلفی که انجام دادم و وبسایت‌های مختلفی که خوندم، بیشتر وبسایت‌ها یه اپی معرفی کردن و معرفی می‌کنن به اسم ویبول، که من رفتم اینو ورژن ویندوزش رو دانلود کردم و الان این چیزی که شما روی صفحه میبینین همین اپ ویبول هست که من فعلا با این دارم روند بازار و بعد قیمت ها رو چک میکنم. بعد خیلی گرافیک خوبی داره، قابل تنظیم هست، شما میتونید واچ لیست درست کنید، سهام هایی که میخواین در آینده بخرید یا اونا که خریدین و دارین و منتظر روند بازار که بفروشید یا دوباره بخرید، حالا هر تصمیمی که داریم، این قسمت های مختلفی داره. چند تا چیز هست در مورد این باید بهتون بگم. این که این یه نرم افزار و اپ آمریکای چاینیز هست، یعنی دیولوپرهای این اپ از دوتا کشور بودن. شما میتونید با این بروکری هست، میتونید پول واریز کنید به حساب اینها و یه حساب، یه اکانت کاربری باز کنید و از طریق همین علاوه بر اینکه مانیتور میکنید، نگاه میکنید، خرید و فروش هم بکنید. ولی من این کار رو نکردم شخصا. من حساب خودم توی بانک هستش، از طریق بانک خرید و فروش میکنم، ولی این یک اپی هست که خیلی به من کمک میکنه که بتونم روند بازار رو تشخیص بدم و خرید یا فروش خوبی داشته باشم. یه مسئله دیگه هم که خیلی مهمه در مورد این که شما باید سابسکرایب بکنید اگر دیتا های ریل تایم بخواید. من این کار رو قبلا کردم، حدود ماهی 37-38 دلار کانادا شما باید هر ماه هزینه بکنید بابت اینکه دیتا های آنلاین بگیرید. دیتا آنلاین از چه بابتی مناسب هستش که من این کار رو کردم؟ چون شما قیمت هایی که روی پلتفرم های مجانی مثل یاهو فایننس میبینین، اینا عمدتا 15 دقیقه اکثرا عقب هست. فقط یه سری مارکت های آمریکا مثل نزدک و اینا ریل تایم هستش که شما همون قیمتی که دارید توی مانیتورتون میبینید همون قیمت ها از بانک هم میتونید خرید یا فروش بکنید. ولی مال تورنتو، مارکت تورنتو که همون مال استاک مارکت کانادا منظور من هست، اینها باید شما هزینه کنید و بخواید 15 دقیقه تأخیری که هست جبران بشه و قیمت واقعی رو ببینید. این میتونه خیلی کارساز باشه که من این کار رو کردم و جواب خوبی هم گرفتم. یعنی هر قیمتی که الان شما روی مانیتور میبینید دقیقا همین هم توی بانک هست وقتی میخوام بخرم بفروشیم. و این 15 دقیقه خیلی مهمه، چون خیلی وقتا قیمت وقتی میره بالا خیلی زیاد اونجا نمیمونه، در حد 3 دقیقه 5 دقیقه. بعد شما وقتی میخواین میبینید که تو به فرض توی یاهو فایننس قیمت خیلی بالاست میخواین بفروشید، میرید توی بانک بخواین بفروشید، میبینید که 10 سنت 15 سنت پایین تر از قیمتی هست که شما دارین میبینین. چرا؟ چون 15 دقیقه دیتای شما عقب هست از این قضیه. پس این ریل تایم داشتن توی این مارکت اگه بخواین هر روز خرید و فروش بکنید مخصوصا خیلی میتونه کارساز باشه. حالا از این بحث که بیایم بیرون، یه توضیح مختصره میخوام در مورد اندیکاتورها بهتون بدم.
بعد اندیکاتور که من خودم استفاده میکنم چون این سلیقه ای هست و بعضی از دوستان اندیکاتور دیگه هم استفاده میکنم، ولی من خودم این قسمتی که باز کردم براتون 5 تا اندیکاتور استفاده میکنم واسه خرید و فروش که خیلی میتونه کمک بکنه. بچه این اندیکاتور ها هیچی رو 100% گارانتی نمی کنه، ولی به شما این اطمینان رو میده که تصمیم درستی رو در مورد خرید یا فروش انجام بدید. در نتیجه اینو توصیه میکنم برید اینا رو توی یوتیوب سرچ بکنید اندیکاتور ها رو، و هم فارسیش هست هم انگلیسیش هست، توضیحات مفصل در موردشون هست. اینا رو حتما گوش بدید ببینید و یاد بگیرید، چون که خیلی میتونه مفید باشه وقتی تصمیم به خرید یا فروش یه سهم میگیرید. بعد اون چیزها که خیلی واسه من مهم هستش تو این اندیکاتورا و خیلی استفاده میکنم، یکی اندیکاتور مکدی هست، دومی RSI هست، سومی ولوم هست و چهارمی سوپر ترند هست. این VWAP هم بد نیست، ولی من خیلی استفاده ازش ندارم. حالا من اینا رو یه توضیح کلی بهتون بدم روی چارت که اینا چه کمک میکنن. اول میریم سراغ RSI. همونطور که میبینین این RSI بین 70 تا 30 درجه بندی شده که این به ما چه کمکی میرسونه. بذارم اینا تایم فریمش از 1 روز بیارم روی مثلا 15 دقیقه بهتون قشنگ توضیح بدم. الان این سهام شرکت رئال هست که من خودم بیشتر اینو کار میکنم این اواخر. بعد این به ما چه کمکی میکنه RSI؟ اگر نگاه بکنید نمودار RSI وقتی که به بالاترین حد میرسه، یعنی میاد 70 درصد رو تاچ میکنه، این نقطه هست که بهتر موقع هست واسه فروش، یعنی خیلی کمک میکنه که شما با یه قیمت خوبی بفروشید. و همینطور به شما کمک میکنه وقتی که این میاد پایین تر و به حدودای 30 میرسه، یه نگاه کنید اینجا 30 هست و حتی پایین تر، بهترین زمان هست واسه سهمی که بخواید بخرید. پس این یکی از اندیکاتورهایی هست که میتونه کمک کنه چه نقطه تصمیم به خرید بگیرید چه نقطه تصمیم فروش بگیرید. همونطور که میبینه این اومده این 30 رو تاچ کرده، رنج 30 رو، بعد دوباره رفته بالا، دوباره 70 و بالاتر از 70 هم دوباره رفته و دوباره میخواد بیاد پایین که من فروشامو انجام دادم و الان منتظرم که این بیاد دوباره نزدیک های 30 حتی خب به زیر 30 برسه، من دوباره خرید خواهم کرد از این. این یه اندیکاتور خیلی خوبی هست ولی به تنهایی کافی نیست. توصیه میکنم که با 2-3 تا اندیکاتور دیگه اینو استفاده بکنید، از جمله مکدی. مکدی خیلی کمک میکنه که شما تشخیص بدید که کجا روند قیمت داره عوض میشه. اگر این مکدی رو نگاه کنید، این دومی مکدی هست استفاده میکنید. همونطور که میبینید تو اوج قیمت که اینجاها بوده که RSI نشون داده، این هم بالای 50% بوده. این یه خط وسطی هست که خط میانه بهش میگن و وقتی این بالا هست، بالای این خط هست، بهترین زمان در اوج بالای این خط هست که ما فکر بکنیم واسه فروش و هم RSI کمک میکنه هم بلکه شما فروش کرد فروختین میخواین دوباره بخرین، دوباره اینو دنبال میکنید. وقتی که از خط میانه 50 رد شد و اومد پایین، این قسمت واسه خرید خیلی مناسب هست و بهترین جا هم زمانی هست که این دوتا خط آبی و نارنجی همدیگر رو قطع میکنن. همینجور که نگاه میکنید اینجا مینیمم قیمت رو اینجا تاچ کرده و بهترین زمان هم RSI نشون به شما میده که زمان خوبی هست، هم مکدی به شما نشون میده که نمودار قیمت همدیگر رو قطع کرده و شما میتونید خرید خوبی تو این نقطه داشته باشید. اندیکاتور سوم هست مال ولوم هست. ولوم هم مقدار حجم خرید یا فروش یک سهم رو به ما نشون میده که این قسمت پایین هست و قسمت هایی که قرمز هست، یعنی اینکه اوردر های فروش خیلی زیاد هست، نمودارهای کندل های اصطلاح هم سبز نشون میده که چقدر اوردر فروش خرید هست. در نتیجه شما با نگاه کردن به این اوردر ها میتونید تشخیص بدید که قیمت میتونه بالا بره یا پایین بره.
فرض کنید تو همین قسمت